Good evening, everyone. So when I do an introduction like this, I usually begin by saying, I'm sorry I can't be with you there in person. But right now, under these really special circumstances, I'm going to start by saying how fortunate and blessed I feel to be a part of this year's Cinema Ritrovato. This year, a number of projects supported by the Film Foundation are going to be presented, including a film that was made pre-Iranian Revolution by Mohammad Reza Aslani, a film called The Chess Game of the Wind. شطرنج باد کشف بزرگ امسال جشنواره ایلچین ما ریتروواتو بود. فیلمی که تمام این سالها ظاهرا گم شده بود. نگاه هایزه نیفته به مریض. برو بیرون لعین. به نظر میاد این فیلم جلوتر از زمانش بوده و حتی وقتی امروز اونو میبینیم فیلم پیچیده ایه. آرام باش جانم، آرام باش. به مقدسات فکر کن، نه به آدم ها. فیلم نه با تکه بر داستان، بلکه به واسطه تصاویر پیش میره. کمی معجون تریاکم تجویز میکنم. نگاتیو فیلم رو گیتا اصلانی، دختر آقای اصلانی در اختیار ما قرار داد. ما معمولا وقتی فیلمی رو مرمت میکنیم، تلاش میکنیم که همه نسخه های موجود اون فیلم رو گردآوری کنیم. چون خیلی وقتها این نسخه ها با هم نمیخونن. گاهی نسخه های فیلم برش خورده یا تهیه کننده دوباره اونو تدوین کرده یا حتی سانسور شده. در نتیجه ما میخواییم پیش از دست دادن به نگاتیو بتونیم این نسخه ها رو با هم مقایسه کنیم. گاهی بعضی صحنه های پلان ها از نگاتیو حذف شدن یا حتی یه حلقه کامل مفقود شده. در مورد شطرنج باد ما هیچ راه حل جایگزینی نداشتیم. برای همین واقعا امیدوار بودیم که نگاتیو کامل باشه و خوشبختانه همینطور هم بود. این فیلم تنها یک بار در سال 1355 در جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش در اومد و گویا در اون زمان در شرایط مناسبی نشون داده نشد. موضوعی که برای مایی که کارمون مرمت فیلم خیلی حساسه، چون همین معلوم میکنه که اگه فیلم در شرایط درست اونجور که باید نمایش داده نشه چقدر میتونه بر قضاوت تماشاگر تاثیر بذاره. خلاصه فیلم همین یه دونه اکران برای اهالی مطبوعات رو داشت و اصلا فهمیده نشد. یادمون باشه که این قضیه 2 سال قبل از انقلابه. در نتیجه فیلم فرصت کافی برای دیده شدن پیدا نمیکنه و بعد از انقلاب هم که توقیف میشه و دیگه هرگز اکرانی نداره. اینطور که من شنیدم، بعدها نسخه VHSش در بازار سیاه دست به دست می شده و فیلم در این سالها به طور زیرزمینی دیده می شده. شطرنج باد فیلم بسیار تاریکیه. شاید همین فضای تیره و سنگین مانع از این شده که در زمان خودش مورد پسند قرار بگیره. وقتی پیش از شروع کار میخوایم این تاریکی رو به همراه سایر عناصر به زبان مرمت ترجمه کنیم، باید اول بفهمیم در دل فیلم چی میگذره و معنی این تاریکی چیه. باید نگاه فیلم ساز رو بفهمیم. حتما این تاریکی در اون جامعه وجود داشته و همینطور احتمالاً در بطن اون انقلابی که در راه بوده، یا شاید هم امروز به این دلیل که میدونیم چه مسیر تاریخی طی شده این برداشت رو میکنیم.
لازمه که ما اون تاریخ رو بشناسیم و بفهمیم تا بتونیم این فیلم رو درست احیا کنیم. همونطور که ضروریه بدونیم ماهیت کلیسای سیستین واتیکان چی بوده پیش از اون که رنگش رو مرمت کنیم. اغراق‌آمیز نیست اگه فیلم‌ها رو با آثار شاخص هنری مقایسه کنیم. نمیشه تصور کرد که کسی به کمک جدیدترین تکنولوژی امروزی به سراغ اثری از کاراواجو بره بدون اینکه بدونه چرا این رنگ‌ها در کار او استفاده شدن و چه معنایی میدن. دوربین در حال حرکت درنگ میکنه و دست‌ها، حرکات، جزئیات پارچه‌ها و ظرف‌ها رو نشونمون میده. این ظرافت‌ها و جزئیات باید درست از آب در میومد. در بعضی تصاویر میشه غبار در هوا رو دید. جنس هوا باید درست از آب در میومد. تکنولوژی امروز انجام کارو تسریع کرده ولی همه چی رو شبیه به هم کرده. همه چی ظاهر خیلی مدرن پیدا کرده. ما صحنه به صحنه فیلم رو کار کردیم، لایه به لایه، رنگ به رنگ، خط به خط. واقعا شیوه کار شبیه مرمت نقاشیه. در ضمن یادمون باشه فیلم در دوران همه‌گیری مرمت شد. در نتیجه ارتباط ما با ایران و آقای اصلانی بیشتر نوشتاری بود. اما بسیار خوششانس بودیم که گیتا اصلانی ما رو همراهی کرد و مرتب با پدرش در تماس بود. او با ما از نورپردازی در آثار ورمیر حرف زد. همینطور در مورد نگارگری ایرانی. و حتی از مشابهت فیلم با برخی از نقاشی‌های قرون وسطا. کل فرایند مرمت یک سال طول کشید و آقای بهارلو در چند روز آخر به ما ملحق شد تا فیلم رو در کلیتش بازبینی کنه و همچنین در مورد نور توصیه هایی به ما بکنه. اگه بخوایم در مورد تصحیح رنگ اصولی عمل کنیم، باید هر تعداد از عوامل فیلم رو که میتونیم دعوت کنیم. یعنی مثلا اگه امکان پذیر مدیر فیلمبرداری رو مثل آقای بهارلو. ما بسیار خوش شانس بودیم که ایشون تونست بیاد، چون خیلی وقتا متاسفانه کسی از دستاندرکارای فیلم‌های قدیمی یا به اصطلاح کلاسیک دیگه باقی نمونده. ما اغلب از سینمای جهان حرف میزنیم. هر چی که معنای این واژه سینمای جهان باشه، شما این فیلم رو تماشا میکنین و بیشک از تعدد منابع بصری اون شگفت زده میشین. بسیاری از نقدها از بار قوی شاعرانه فیلم حرف زدن و البته که آقای اصلانی جز فیلمسازی شاعری نوگراست. برخی حرف از ادگار آلن پو زدن. بعضی منتقدا هم اینجا در بولونیا فیلم رو با آثار مارگریت دوراس یا برسون و ویسکونتی مقایسه کردن. درسته که ردی از همه اینها در فیلم هست، ولی در نهایت زبان فیلم یگانه و مختص آقای اصلانیه و بازتاب نگاه او به فرهنگش و به کشمکش بین مدرنیته و گذشته در ایران اون زمان و همه زمان هاست. من فکر میکنم ما واقعاً با یه فیلم شگفت‌انگیز طرفیم. دیگه بسه.